آرخش زمان خوشی رو در گرمابه و در کنار عرشو و برازمان گذراند و خستگی از تن بدر کرد. پس از گرمابه با بالا پوشی به سرای خود بازگشت. چند چراغ پیسوز در سرا روشن بود و نوا با جامعه های مهمانی چشم به راه او ایستاده بود. چه سرزنده و شاداب شدید سرورم. می توانم به شما کمک کنم تا لباسهایتان را بپوشید؟ آرخش به چشمان گیرا و لبهای او نگریست. موهای حنایی درخشانش و پیکر برجستش در آن جامعه نازک دیدنی بود. او سر به زیر انداخت و در دمی گفت: بله، می توانید کمک کنید. نوا به پیش رفت و به نرمی بالا پوش آرخش را از تنش بیرون آورد و پیکر ورزیده و پر از جای زخم شمشیر او را نگاه کرد. او به نرمی جای زخم‌های آرخش را لمس کرد و همه چکه‌های آب را از روی سینه ستبر و پشت کمر او خشک کرد. پیکر او در چشم‌های نوا بیکاستی و همانند تندیس یونانی هرکول بود. او دیگر نتوانست خود را نگه دارد و بوسه‌ای گرم بر پشت کمر و شانه‌های آرخش گذاشت. همه جان مردانه آرخش با نشست لبهای گرم نوا بر پوست تنش به لرزه افتاد. نوا دستهای گرم و نرمش را به دور کمر او گرد کرد و سرش را بر پشت کمر آرخش گذاشت. در این هنگام در سرا کوبیده شد و نوا آرخش را تنها گذاشت و به سوی در رفت و آن را گشود. کسی از آن سو گفت: نوا، سفره شام آماده است. هرچه زودتر بیوبرد را برای شام آماده کنید. شاه کیخسرو و خانوادهشان نباید چشم به راه بمانند. نوا با دلهره پاسخ داد: چشم، هرچه زودتر ایشان را آماده می کنم. هنگامی که نوا به درون سرا بازگشت، آرخش جامه های خود را به تن کرده بود. لباسش زیبا و مناسب برای یک مهمانی شاهانه بود. نوا با شانه و قیچی به سوی او آمد و موهای سراریش را کمی چید و شانه زد. لبخندی شیرین به آرخش زد و سپس با سرمه‌ای چشمان آرخش را آراست و او را با بوی خوشی بودار کرد. کمربند و پیشانی بند زرین را بست و او را به سوی آینه راهنمایی کرد. او جبروت یک بیوبرد را در آینه دید. نوا بوسه گرم بر روی خال کوبی فروهر روی بازوی آرخش زد و گفت: پس از شام همینجا شما را میبینم. آرخش دستی به موهای زیبای او کشید. نیازی نیست امشب اینجا باشید. نمیدانم چه زمانی برمیگردم. شما را هنگام بامداد میبینم. و او را ترک کرد و با شتاب به سوی تالار شام روانه شد.